9 آذر 1386 باطل شدن برچسب تروریستی توسط دادگاه انگلستان باید. جایی که یک قطر آزادی وجود داشته باشد، مقاومت ایران پیروز می شود. درستی این گفته یک بار دیگر در نهمین روز آذر سال 86 در عمل به اثبات رسید. دادگاه پاک انگلستان در طول 7 روز استماع، شواهد و مدارک گسترده‌ای را بررسی کرد. مدارک شامل 20 پرونده و 20 بیانیه شهود بود. 2 روز از آن 7 روز به بررسی شواهد و مدارک محرمانه پشت درهای بسته گذشت و نهایتاً دادگاه در حکم خود نتیجه گیری کرد. اولیای امور ایران و حمایت کنندگان از این رژیم در اشاعه اطلاعات طراحی شده برای بدنام کردن سازمان مجاهدین خلق ایران فعال بودند. حکم دادگاه در 144 صفحه و در 362 ماده تدوین شد. در ماده 362 حکم تصریح شده بود دادگاه به وزیر کشور انگلستان دستور می‌دهد لایحه خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های ممنوعه را به پارلمان انگلستان جهت تشریفات تصویب قانونی ارائه کند. خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، حکم دادگاه را پیروزی درخشان عدالت، اذعان به حقانیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، نشان برانگیختگی وجدان بین المللی و پیام قاطعیت جامعه جهانی در برابر فاشیسم مذهبی توصیف کرد. بانوی هنر ایران خانم مرضیه بعد از حکم دادگاه گفت حقیقت را نمیتوان در تاریکی نگاه داشت. بگذارید گرمای حقیقت یخهای ننگین دروغ را آب کند. درستی مجاهدین واقعی است و بر دامن پاکش ننشیند گرد. در آن کارزار پیچیده و طولانی، پیشاپیش تیم وکلای مدافع مجاهدین، برجسته‌ترین قاضی معاصر بریتانیا و یکی از محبوب ترین چهره های حقوقی جهان لرد استین قرار داشت. دوازدهم آذر 1358 همه پرسی قانون اساسی ولایت فقیه. روز دوازدهم آذر ماه سال 1358 خمینی قانون اساسی دست پخت خبرگانش را با تقلب و دجالیت به کرسی نشاند. خمینی در پاریس وعده داده بود مجلس مؤسسان تشکیل خواهد داد که در آن نمایندگان مردم به بررسی و تصویب قانون اساسی جدید خواهند پرداخت. اما وقتی بر کرسی قدرت نشست، با عنوان ابدایی مجلس خبرگان یک مشت آخوند مرتجع را تحت عنوان خبره به مردم غالب کرد و از طریق آنان توانست اصل ضد مردمی ولایت فقیه را در این قانون بگنجاند. حق حاکمیت مردم در این قانون اساسی با اصل 110 آن که ولی فقیه را با امتیازات ویژه و بدون حسابرسی بر گرده مردم سوار می کند نقض شد. مجاهدین خلق ایران به رغم تمامی خطراتی که از جانب خمینی و چماقداران او در آن زمان متوجهشان بود به این قانون اساسی رأی ندادند و آن را ناقض حق حاکمیت مردم خواندند. 12 آذر 1369 اعدام کشیش حسین سودمند در مشهد به جرم ارتداد از اسلام. روز 12 آذر سال 1369 کشیش حسین سودمند بعد از چند بار دستگیری و بازجویی در محبته زندان مشهد به دار آویخته شد و پیکرش در مخروبه های حومه شهر دفن گردید. خمینی دجال پیش از سرقت انقلاب مردم ایران در 18 آبان سال 1357 در کنفرانس مطبوعاتی در نوفل لوشاتو گفت برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به طور کامل خواهد بود
و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند. اما درست یک هفته پس از رسیدن به حاکمیت قتل کشیشان را آغاز کرد. در 30 بهمن 57 یک کشیش پروتستان به نام ارسطو سیاح در شیراز ترور شد. از آن پس قتل کشیشان و پیروان ادیان گوناگون استمرار یافت. تنها در فاصله کوتاهی از دیماه 1372 تا تیرماه 1373 سه تن از رهبران سرشناس مسیحی در ایران، اسقف حایک حسپیان مر، کشیش مهدی دیباج و اسقف تتیس میکایلیان یکی پس از دیگری ناپدید شده و به طرز فجیع به قتل رسیدند. از همان ابتدا نیز محدودیت‌های شدیدی در زمینه عمل به فرایض مذهبی بر پیروان ادیان مختلف تحمیل شد و مدارس مذهبی بسته شدند. زنده یاد حسین سودمند اولین کشیشی بود که رسماً توسط مقامات قضایی به خاطر عدم انکار ایمان مسیحی و به جرم ارتداد اعدام شد. کشیش حسفیان مر که خود نیز توسط این رژیم به شهادت رسید، در مراسم یادبود کشیش حسین سودمند از فلسفه مسیح و شهادت و مبارزه با ظلم و بیدادگری به عنوان اصول مهم دینی و اعتقادی یاد کرده بود. پانزدهم آذر 1384 در گذشت حاج خلیل الله رضایی پدر رضایی‌های شهید. اسفند 53 که همه خانواده ما رو گرفت، کوچیک و بزرگ، و ساعت 12 بود ما رو بردن به کمیته هممون که خدا رحمتش کنه محمد ساجدیان که تازگی اعدام شد، برادر صمد آقا، ایشون اون شب از شیراز اون رو مهمون ما بود. یه سیدی دیگه هم بود از اطراف شمرون اومده بود، معمولی ریفتن تو خونه ها گفتن که بریم همه رو. گفتیم کیا کجا؟ اینا خود شده موندن که کیا ببرن، بچه کوچیک بزرگ. تلفن زدن، اون زندیپور بود رئیس کمیته، گفت هر چی که آدم اون تو هست وردارین بیاری، هر کس هست. خلاصا اون مینیبوس رو بردن در خونه و همه رو بردن. حالا نهیدون، حالا قرازم اینه که رفتم و این آقا اون بسط باستاده بود و یه پیرهن رو میاده میتنش بود، میگفت که بله خانواده رضایی الان مثل یه گنجش من تو دست من که من یه فشار بدم دیگه هیچ اثری از آثارشون نیست، ولی میخوام بگم آقای رسولی کجا هستی الان؟ این جمعیت تبعیدی در حال بدرقه حاج خلیل الله رضایی پدر همه مجاهدین است. پدری که جز آزادگی به فرزندانش نیاموخت و خود نیز پس از سالها مبارزه سرانجام در 85 سالگی در تبعید درگذشت. سال 51 در زندان قزلقله زندانی بود که خبر شهادت اولین فرزندش مجاهد کبیر احمد رضایی را شنید. با دومین فرزندش مهدی که بعداً شهید شد یک ماه همسلول بود. یک سال پس از شهادت مهدی با شهادت رضا روبرو شد و سه سال پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی با شهادت دخترش آذر و دامادش سردار خیابانی. هفت سال بعد و پس از سالها مبارزه در تبعید باز هم شاهد شهادت فرزندانش شد، دخترش مهین و دامادش مجاهد قهرمان علی زرکش. پدر رضایی من میخواستم
میخواستم ازتون بپرسم شما چرا امروز در این تظاهرات شرکت کردید؟ این تظاهرات وظیفه ملیه، باید اومد. من در این حالی که اما نه شهادت و فقدان یک به یک فرزندانش و نه گذر سنگین ایام و سال خوردگی و نه حتی غم تبعید، هیچ یک نتوانست خللی بر عزم و رزم او وارد کند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در فراق پدر طی پیامی گفت: در گذشت حاج خلیل رضایی در قربت و تبعید داغ ننگی بر چهره دیکتاتوری منحوس آخوندی است، همچنان که کشتار و تیرباران فرزندانش به دست دو دیکتاتوری شاه و شیخ ننگی فراموش نشدنی برای آنهاست. در گذشت آن پدر مجاهد در تبعید، جلوه ای از پایداری مجاهدین تا آخرین نفس بر آرمان آزادی است.